آیا فکر می کنید سیاست مداران در زمان کمپین انتخاباتی می توانند با شوخی و تونز رای دهندگان را جذب کنند؟ خبر اول، شوخی های ترامپ و هریس در مراسم خیری در یک مراسم خیریه که به طور معمول با شوخی های سیاست مداران همراه است، دونالد ترامپ و کامالا هریس به تبادل انتقادات و تونز های تند پرداختند. ترامپ با شرکت در این مراسم در نیویورک در حالی که به شکایات و مشکلات قانونی خود اشاره کرد از نبود هریس نیز برای شوخی استفاده کرد و اظهار داشت شاید او با تیم والز همراه شکارچیاش رفته باشد. هریس از سوی دیگر در ویدئوی با حضور یک کمدین معروف به تانه به ترامپ اشاره کرد و گفت باید از نتایج انتخابات همسایت حمایت کنی. تحلیل در این مراسم که به هدف کمک به زنان و کودکان نیازمند برگزار شد لحن تانز ترامپ و هریس باعث شد فضای کمپین انتخاباتی داختر شود هرچند که چنین رویدادهایی به طور معمول فرصتی برای شوخی و تعامل آرامتر بین نامزد هاست اما این بار نشانی از رقابت شدید و تنشهای انتخاباتی بود سوال برای مخاطبان به نظر شما آیا تونز و شوخی می تواند تصویر سیاست مداران را در نظر مردم بهتر کند؟ آیا ایران باید بودجه بیشتری از سازمان ملل برای حمایت افغان از دریافت کند؟ ایران خواستار بودجه بیشتر برای حمایت از مهاجرین افغان شد. ایران از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست کرد به دلیل فشارهای سنگین ناشی از پذیرش مهاجران افغان بودجه بیشتری به این کشور اختصاص دهد. نادر یاراهمدی، رئیس امور مهاجرین وزارت داخل ایران، در اجلاس جنو تأکید کرد که کاهش حمایتهای بین به مشکلات زیادی منجر شده و در صورتی که جامعه جهانی اقدام نکند، ایران مجبور به بازنگری در سیاستهای مهاجرتی خود خواهد شد. تحلیران؟ ایران به دلیل حضور گسترده مهاجرین افغان با فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است. با وجود تعهدات سازمان ملل به افزایش حمایتها، کاهش تعداد مهاجران تحت پوشش بیمه و امکانات آموزشی وضعیت را برای دولت ایران پیچیده تر کرده است. سوال برای مخاطبان، آیا فکر می کنید جامعه جهانی باید مسئولیت بیشتری برای حمایت از مهاجران افغان در ایران بر عهده بگیرد؟ آیا مهاجران افغان توسط ایران حقیقت دارد یا شایع است؟ خبر سوم اعتراض افغان ها به تیراندازی مرزی ایران گروهی از افغان ها در لندن در اعتراض به تیراندازی مرزی نیروهای ایران به مهاجرین افغان مقابل سفارت این کشور تجمع کردند این معترضان از نهادهای بین المللی خواستار تحقیق در برابر این حادثه شدند و دولت ایران را به کشتار مهاجرین متهم کردند با اینکه ایران این حادثه را تکذیب کرده است اما طالبان نیز هیتی را برای بررسی موضوع تعیین کرده است وضعیت مهاجران افغان در مرزهای ایران همواره با چالش‌های جدی همراه بوده و گزارش‌ها درباره برخورد خشونت آمیز با آنها نگرانی‌های حقوق بشری را افزایش داده است. عدم شفافیت در بررسی این مسائل از سوی دولت‌ها فقط بر این نگرانی‌ها دامن می‌زند. به نظر شما چرا تاکنون هیچ گزارشی دقیق از تیراندازی مرزی ایران منتشر نشده است؟ ها در افغانستان پس از تصرف طالبان به طور کامل خاموش خواهند شد. خبر چهارم طالبان قصد دارد نشرات تلویزیون ملی افغانستان را متوقف کنند. منابع معتبر گزارش دادند که طالبان در نظر دارد نشرات تلویزیون ملی افغانستان را متوقف و آن را به رادیوی صدای شریعت تبدیل کنند. پس از سه سال کنترل طالبان بر رسانه های افغانستان بسیاری از برنامه های فرهنگی و اجتماعی متوقف شده و کارمندان زن این شبکه برکنار شدند. تحلیل توقف نشرات تلویزیون ملی و تبدیل آن به رادیو نشان دهنده محدودیت های فزاینده است که طالبان بر رسانه ها و آزادی بیان اعمال کرده است. این اقدام نه تنها آزادی رسانه ای را محدود می کند، بلکه آینده کاری بسیاری از خبرنگاران و کارکنان رسانه ها را در خطر قرار می دهد. سوال برای مخاطبان آیا فکر می کنید رسانه ها در افغانستان می توانند در برابر فشارهای طالبان مقاومت کنند؟